مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی امروز سه‌شنبه گفت شب قبل از مذاکرات تاریخی بین رهبران ایالات متحده و کره شمالی اصلا به درستی نخوابید. نشست بین ایالات متحده و کره شمالی همین حالا آغاز کردید. شاید توجه تمام کشور به سنگاپور معطوف است. من به مشکل شب قبل خوابیدم. من مثل تمام مردم مشتاق کامیابی این نشست هستم تا منجر به خلأ سلاح‌سازی هسته‌ای کامل و ایجاد صلح در یک عصر جدید میان دو کره و ایالات متحده گردد. وان یه وزیر خارجه چین از نشست تاریخی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی استقبال نموده گفت این ملاقات تاریخ جدیدی را ایجاد میکند. برای حل موضوع هسته‌ای البته که ما باید خلأ سلاح‌سازی هسته‌ای را درک کنیم و باید خلأ سلاح‌سازی جامع باشد. در این زمان ما باید یک مکانیزم امنیتی در شبه جزیره کره ایجاد کنیم تا نگرانی امنیتی کره شمالی را رفع کند. فکر نمی کنم که هیچ کسی در مورد نقش مهم چین در این روند تردید داشته باشد و ما به چنین نقش ادامه خواهیم داد. چین که تیاره بوئنگ 747 را برای سفر کیم جونگ اون به سنگاپور فراهم ساخت، می خواهد که علایقش در هر مذاکره یا نشست حفظ گردد، بخصوص اینکه منجر به یک کره متحد گردد که طرفدار آمریکا نباشد. در این زمان مسافرین در خارج ایستگاه توکیو با عجله یک نسخه ویژه روزنامه را می خریدند که در مورد نشست تاریخی در سنگاپور گزارش می داد. فکر می کنم یک گام نخست مهم بود. من همه چیز را تماشا کردم. فکر می کنم یک کمی جدی معلوم می شدند. اما این عکس نشان می دهد که آنها لبخند هم می زدند. نمی دانم روی چی صحبت می کنند اما انتظاراتی دارم. اما باشندگان سئول در مورد این نشست تاریخی احساسات متفاوتی بیان داشتند. من امیدوار به نتایج خوب هستم. آرزوی خلأ سلاح‌سازی هسته‌ای مایده صلح و باز شدن اقتصاد کره شمالی بر جهان را دارم. اما جوان وان باشنده سئول در مورد کره شمالی اظهار شک و تردید می‌کند. ما نمی‌توانیم بر کره شمالی کاملا اعتماد کنیم زیرا به صورت کامل در مورد سیستم آنها معلومات نداریم. مشکل است که قضاوت کنیم که آیا آنچه کره شمالی نشان می‌دهد فقط بر اساس تماس‌هایی بوده است که در مدت کوتاه داشتیم. در طول تاریخ بی‌اعتمادی‌ها وجود داشته است. امیدواریم عین چیز تکرار نشود. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه گفت نشست تاریخی وی در سنگاپور با کیم جونگ اون بهتر از آن بود که کسی می‌توانست انتظار آن را داشته باشد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.